شاه عباس دوم پس از گردش به اشرف رفت و در عباس‌آباد هم توقف کرد. گماشتگان در دور و اطراف دریاچه دایره‌وار با بهترین وجهی چوب بندی و نردکشی کردند و آن حدود را نیز به بهترین وجهی زینت دادند و بر کنار دریاچه‌ای که از آب زلال سرشار بود چراغ‌های چیده و از فروغ و روشنایی آن بر صفای آب افزودند. شاه به جزیره رفت و در تالار نیای خود به بزم و شادمانی نشست. منظور راوی کتاب عباسنامه از دریاچه همین دریاچه ایست که میبینید. دریاچه گلشن ایرانی عباس‌آباد بهشهر. سنت گلچنسازی ایرانی تنها به مناطق خشک فلات مرکزی ایران محدود نمی شود. به جز گلشن عباس‌آباد، گلشنهای دیگری مانند باغچه جوق ماکو، شاهگلی و کلات نادری از دست گلشنهای ایرانی هستند که در مناطق شمالی و کوهستانی ایران ساخته شدند. در 9 کیلومتری بهشهر در میان جنگل‌های دهکده التپه آثار و امارات و راه‌هایی به چشم می‌خورد که مربوط به بقایای گلشن عباس‌آباد بهشهر در دوره شاه عباس بزرگ است. این کاخ گلشن در زمان آبادی از مشهورترین گلشنهای صفوی بوده است که ابنیه مختلف آن با توجه به موقعیت استثنایی آن که از یک سو به دریا و از طرف دیگر به جنگل دید دارد آن را به یک مجموعه بی‌نظیر بدل ساخته است. با کاوش‌های صورت گرفته مشخص شده است که سد و برج کنترل جریان آب، بنای داخل دریاچه مصنوعی
که احتمالاً پایه‌ای برای کاخ روی آن بوده است، برج‌های دیدبانی دوگانه، محوطه‌سازی شمالی، صفه و محوطه‌سازی جنوبی و حمام در مجموع بناهای تشکیل دهنده این گلشن می باشند. متاسفانه وضعیت خاص محیطی این مجموعه به علاوه بی‌توجهی که پس از دوران صفویه نسبت به آن صورت گرفته است باعث تخریب این مجموعه شده است و رویش درختان در دل بناهای آن و ریزش برگ‌ها آن را در زیر خروارها خاک مدفون ساخته است. در سالهای اخیر هم حفاری‌های غیر مجاز باعث تخریب مضاعف آن گردیده است. در فاصله 145 کیلومتری شمال شرقی مشهد، در نزدیکی جاده ابریشم، در منطقه کوهستانی و صعب العبور کلات، به سال 1155 هجری قمری، به فرمان نادرشاه افشار، دستور ساخت گلشن ایرانی داده شد که امروزه به نام گلشن کلات نادری مشهور است. نادرشاه که محل تولدش در نزدیکی کلات است، قصد داشت این منطقه را که از دیرباز مورد توجه پادشاهان بود، با ساخت و ساز میدانها، حمامها، مسجدها، قصر، خزانه و آرامگاهی برای خواب ابدی خود تبدیل به مرکز حکومت خود کند. اما همگی اینها در آخرین بحران حکومتی نادر و کشته شدن او به دست نزدیکانش نیمه کاره بر جای ماند. گلشن کلات نادری که بر محوری شرقی غربی استوار است دارای ابعاد 168 در 122 متر می باشد. مهمترین بنای آن عمارت خورشید است که در سه طبقه و بر روی مقبره‌ای مربوط به دوره ایلخانی ساخته شده است.
طبقه زیرین عمارت خورشید زیرزمینی است بسیار بزرگ و متشکل از 8 فضای به هم پیوسته متناسب با شکل 8 گوش بنا. طبقه میانی شامل سرسرای بزرگ در مرکز و فضاهایی در اطراف و طبقه فوقانی شامل برج مدبر. تزئینات داخلی بنا شبیه به تزئینات معمول دوره صفوی است، اما تزئینات خارجی آن که به صورت حجاری اجرا شده و نیمه تمام باقی مانده گویا کار هنرمندان هندی است، زیرا میوه های موجود در شبه قاره مانند موز، آناناس و انبه را به تصویر می کشد. هشت حوض و جویهایی با فواره‌های سنگی حلقه‌وار کاخ را دور می‌زنند. در محور اصلی در سمت غربی جویی با فواره‌های سنگی به این حلقه می‌پیوندد و در سمت شرق آبنمایی با 17 فواره در سطحی پایین‌تر قرار گرفته است. پوشش عمده گلچن کلات نادری را درختان چنار تشکیل می دادند. امروزه تنها چند درخت کهنسال در باغچه و کوچه غربی گلچن باقی مانده است. اما در زمان احیای گلچن، ردیف‌هایی شامل 220 درخت چنار با توجه به الگوی اصلی در آن کاشته شده است. در شمال غربی ترین نقطه ایران، نرسیده به مرز بازرگان، در روستای باغچه جوغ از توابع شهرستان ماکو، در دامنه کوه چرکین، نزدیک به چشم کلیسه، گلشن باغچه جوغ ماکو واقع شده است.
گلشن باغچه‌جوب و عمارت باشکوهش به سال 1324 هجری قمری در اواخر دوره قاجار به دستور اقبال السلطنه ماکویی یکی از سرداران مظفرالدین شاه و حکام مقتدر آن دوره در زمینی به وسعت 11 هکتار ساخته شده است. گلشن باغچه جوق ماکو در کل ویژگی های اصیل یک گلشن ایرانی و نظام های منحصر به فرد آن را ندارد، ولی از آنجا که نماینده ای از گلشن سازی یک دوره تاریخی در منطقه کوهستانی و سرد است، قابل اهمیت می باشد. در واقع باغچه جوق از نمونه های منحصر به فرد گلشن سازی در ایران محسوب می گردد، زیرا از یک سو دوران شکلگیری آن به دوران قاجاریه باز می گردد که معماری ایرانی به بیشترین میزان در تاریخ خود چشم به دیگر نقاط جهان دوخته بود و هم به لحاظ موقعیت قرارگیری در منطقه علیه محدودهای جغرافیای ایران و در خط تماس با دیگر فرهنگ ها واقع گردیده است. علی‌رغم شکل نامنظم کلی گلشن که با هیچ یک از اصول گلشن سازی ایرانی منطبق نیست، بخشی از گلشن در پیرامون کاخ اصلی دارای طرحی از پیچاندیشیده و تقریبا منظم و محصور است که تقریبا نقشی همچون اندرونی ایفا می کند. در سمت غربی کاخ حوض بیزی شکل ساده ای وجود دارد. در مقابل کاخ طاق ورودی قرار دارد که پلکان دو سوی تراس بالا را به این محوطه محصور متصل می سازد. دو ورودی فرعی در شمال و جنوب محوطه در میان حصار درونی وجود دارند که ورودی جنوبی به سوی بناهای خدماتی و ورودی شمالی به ورودی اصلی پیاده راه می‌یابند.
در پیرامون محوطه طراحی شده باغ میوه باغچه جوک شکل گرفته که توسط حصاری محصور گشته است. منبع آب گلچن باغچه جوق در قدیم از چشمه آبی که در 1 کیلومتری بالادست باغچه وجود دارد استفاده می شده. اما به علت خشکسالی و استفاده روستاییان از تمام آب چشمه، آبیاری گلچن محدود به آب برف‌های ذوب شده کوهستان است. گلچن شاهگلی تبریز این گلشن در 7 کیلومتری جنوب شرقی تبریز واقع گردیده است. این گلشن به علت استخر بزرگ ساخته شده در آن، شاهگلی که به معنای استخر شاهی است نامیده شده است. در مورد تاریخ ایجاد گلشن اطلاعات مستندی در دست نیست. تنها بنای 8 گوش محوطه مرکزی که بر روی جزیره مصنوعی وسط استخر قرار دارد و اخیراً مرمت و بازسازی شده مربوط به دوران فتلی‌شاه قاجار است. گلشن ایلگلی تبریز از جمله گلشن‌های آبی به شمار می‌رود و قسمت برجسته این گلشن دریاچه مصنوعی آن است که مساحت آن در حدود 50,000 متر مربع می باشد. خیابان سنگ فرش شده روی استخر به کوشکی زیبا منتهی می شود. تالار مرکزی تالار بزرگ 8 گوشی است که هر طرف آن 12 متر است. از هر سمت ساختمان میتوان وارد شد، لیکن هر ضلع آن به اتاقهای کوچک و تورفتگی ها و تاقچه های منشعب میگردند. در اصل این کوشک دارای گنبدی بوده، ولی بعدها این گنبد از بین رفته است. هر سکو یا پلکان در گلشن ایلگلی دارای 1 ردیف درخت تبریزی در کنار دیوار عقب آن و 1 ردیف درخت بید در کنار نهرهای آن است که فضای خاصی به این گلشن داده است. اما منبع آب از چشمه‌ای تأمین می‌گردد که از سنگی بالای مرتفع‌ترین سکو می‌جوشد. این مخزن 5 نهر را تشکیل می‌دهد و در هر سکو 1 آبشار ایجاد می‌کند.
گلشنهای عباس آباد بهشهر، کلات نادری، باغچه جوق ماکو و ایلگلی در تبریز نمونه‌هایی از گلشن ایرانی در مناطق کوهستانی و شمالی ایران هستند که هرچند ویژگی‌های اصیل و تکامل یافته گلشن ایرانی را ندارند، اما بررسی این گلشن‌ها نشان دهنده این نکته است که گلشنسازی در مناطق سرسبز ادامه جستجو برای دستیابی به صورت ازلی ابدی بهشت گم شده نزد انسان ایرانی است و به محیط و جغرافیای ویژه‌ای محدود نمی‌گردد.